بسم الله الرحمن الرحیم. کروز پیشرفته ایرانی که بر روی جنگنده نصب میشه. موشک کروز برد بلند ایرانی برای اهداف عمقی دشمن عملیاتی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان عزیز کانال حاشیه نگار، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. امروز میخواییم به معرفی موشک کروز هواپرتاب آصف بپردازیم که به نوعی اولین موشک تماما تهاجمی هواپرتاب کشورمونه. پس با ما همراه باشید. اگرم تا الان ما رو سابسکرایب نکردید ساب کنید، لایک و کامنت و اینجور چیزا یادتون نره. امروز مزایای پرتاب موشک از آسمون خیلی مورد توجه قرار میگیره و برای همین در کشور ما پروژه های مختلفی وجود داره و خیلی از اونها در حال طی کردن مسیر تولید هستن. اما اولین پروژه‌ای که به بار نشست پروژه موشک کروز برد بلند آصف بود که بر روی جنگنده سوخو 24 نصب و شلیک میشه. در طراحی موشک آصف به افزایش بردش توجه ویژه‌ای شده و به همین علت این موشک از خانواده سماره و یکی از زیرمجموعه های موشک کروز هویزه است. هویزه نسخه زمین پرتاب آصفه و بوستر راکتی داره تا بتونه از زمین جدا بشه، اما آصف مستقیما از آسمون و از روی جنگنده شلیک میشه. با توجه به پتانسیل بالای هویزه این نسخه از کروز دچار تغییراتی برای پرتاب از جنگنده شد و نام اون هم آصف گذاشته شد. آصف در هنگام رونمایی از پایگاه زیرزمینی پیشرفته عقاب 44 رونمایی و مشاهده شد. این موشک دارای کلاهکی با قدرت تخریب و انفجار بالاست که میتونه استحکامات سنگین دشمن رو کلن نابود کنه. به واسطه نصب موشک کروز روی هواپیما امکان انتقال سریع اون به مسافتهای چند صد کیلومتر دورتر از مرزهای خودی برای شلیک به سمت هدف وجود داره، در حالی که در صورت استفاده از پرتابگر زمینی موضع پرتاب محدود به مرزهای کشور میشه. با توجه به شباهت موشک آصف و هویزه میشه گفت که برد موشک به حدوداً 1500 کیلومتر میرسه. این ویژگی میتونه به جنگنده اجازه بده تا وارد محیط آلوده به پدافند دشمن نشه و از راه دور به پرتاب چند تیر از این کروز بپردازه. میزان بالای سوخت قابل حمل و عملکرد بهینه موتور در مصرف سوخت و استفاده از یک آیرودینامیک پیشرفته برد موشک رو به شکل قابل توجهی بالا قرار داده. کروز هواپرتاب آصف اهمیت راهبردی زیادی داره و یکی از این اهمیت ها اینه که در شرایط پرتاب از هوا بخشی از انرژی موشک که در حالت شلیک از زمین صرف ارتفاع گرفتن میشه عملا توسط هواپیمای شکاری تامین شده و در نتیجه موشک سوخت بیشتری برای طی کردن مسیرهای پیچیده در ارتفاع پایین و نزدیک به هدف خواهد داشت که احتمال شناسایی و انهدامش توسط دشمن رو تا حدود زیادی کم میکنه. برنامه های زیادی برای ارتقای برد موشک و افزایش دقت اون هم وجود داره. با اینکه این برد کاملا کافیه و دقت اون هم مناسبه، اما ضرورت پیشرفت رو کتمان نمیکنه. استفاده از پرتابگر زمینی در صورتی که نیاز به جابجایی از محل اختفاء تا موضع شلیک داشته باشه امری زمانبره و با توجه به توانمندی هواپیمای سوخ 24 به صورت کلی و در صورت عدم نصب مخزن سوخ خارجی هر فنسر توان حمل تا 3 موشک کروز آصف رو خواهد داشت که کمیت قابل قبولی برای یه هواپیما محسوب میشه. پرواز در ارتفاع پست برای دور زدن رادار و شعاع عملیاتی بالا و چالاک بودن آصف اون رو به یه دشمن سرسخت برای هر پدافندی تبدیل کرده. این موشک و جنگنده های سوخو 24 به کابوسی برای دشمن تبدیل خواهند شد. تمام این مزایا در کنار عدم استفاده از پیشران راکتی اولیه سبب بهبود عملکرد موشک در آصف شده و توانایی های اون رو چندین برابر کرده. از این نوع پروژه ها و طرح هایی که متخصصین کشورمون بر روی کروزهای هواپرتاب کار میکنن خیلی زیاده و آصف شاید اولین اونها لقب بگیره که به صورت فراگیر به خدمت نیروی هوایی در اومده. در ادامه راه قطعاً
شاهد رونمایی از موشک‌های پنهانکار هواپرتاب و کروزهای پیشرفته‌تر خواهیم بود. خب دوستان عزیز، به پایان این برنامه هم رسیدیم. خیلی ممنون که منو تا به این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستم و تا برنامه بعدی، یا علی مدد.